بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. باز هم برادرتان رومان نوری در خدمت شما است با یک درس جدید دوره سی سینه ورژن انترپرایز هم میخوانیم 2301. کم معلومات درباره خود میتونم که رومان نوری هستم، سرتیفاید ترینر که 6 سال تجربه کاری در بخش تدریس حق و امنیت یا در بخش سایبر سیکیوریتی دارم، در بخش نتورک ماستری بخش سایبر سیکیوریتی دارم. درس های من زیادترش تمامش در این خواندم و بعض درس ها را در افغانستان خواندم یا بخش نتورک همچنان. خب CCI Routing and Switching، CCI Security خواندم و Certified Written Exam دادم، یعنی اگزام ریتنش را پاس کردیم. همون رقم مایکروسافت هست، CH هست، CHFI هست، ECSA هست و لینکس هست و دیگه بخش های فایروال ها بسیار زیاد است. تمامی بخش ها را خواندیم. هدف ما این بوده که در بخش تدریس ما از هر بخش چی داشته باشم، آگاهی داشته باشم که بفهمم، بخاطر از این که تدریس خوبتر بتانم، بخاطر از این آمدیم این بخش ها را خواندیم. باز ضرور نیست که شما تمامی بخش ها را بین کور کنین، فقط شما یک بت انتخاب کنین یا یک مسیر، دمی یک مسیر تا آخر پیشتر برین و خوبتر دمو مسیر بدرخشین. خب دورایی که در بخش سایبر سیکیوریتی یا در بخش هیتیکال هکینگ خواندیم، بخش CH بوده، سرتیفاید هیتیکال هکر، بخش ECSA بوده، CHFI بوده، OSCP بوده و SEC 560. این دورایی بوده که گذراندیم. فعلا هم دوستان عزیز خودمان فعلا هم درس میخوانم به خاطر که علاقه مندی زیاد به در بخش چی دارم، در بخش تکنولوژی میخوایم روز مروزه یک تکنولوژی یک کمپانی دیگرم بیاموزم. به خاطر از اون زیاد صنفایی که خودم اشتراک میکنم صنفای آنلاین است. خب حالا میریم طرف از اینکه از کجا شروع کنیم که داینده یک وظیفه خوبتر پیدا کنیم. به خاطر بسیاری از دوستان میرن یک بخش میخوانن، مثل که میبینین شما در پنتون میرن 4 سال درس میخوانن، 4 سال بعد از او خلاص میشن، برشان درس نتیجه نمیده، بعد از او میرن یک بخش دیگه کار میکنن. خب خودتان هم شاهد این گپا هستین که یک جوان میره 4 سال کامپیوتر ساینس میخونه، بعد از 4 سال بعد بازم کدام وظیفه درست پیدا کرده نمیتونه، شاید بره یک فیلد دیگه بشه، یک بخش دیگه کار کنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه جوانای یک مسیر درست انتخاب نمیکنن، به خود کمو مسیر پیش ببرن، فقط میگن بله درس پنتون کفایت میکنه، اینه میشه هست. نه دوست عزیز، حتی اگر تو تا ماستری هم درس بخوانی، ماستری که خودم تجربهش دارم، تا ماستری هم که درس بخوانی اگر تو شارت کورس ها رو نگیری هیچ فایده نداره. و دخشه صحیح است، بخش تیوری رو میفهمی، مگم زمانی که تو در یک جای در انترویو میری، یک جای کار میکنی، بخش نتورک نیست که تو یک اپلیکیشن یا یک استلام نشته کنی و در پالی از او امضای تکنی. خب در بخش نتورک هست تمام دیوائس ها، دیوائس هایی که در بخش نتورک کار میشه، همون چیزها رو تو باید از کانفیگریشنش بخش عملیش یاد داشته باشی، جایی که وظیفه میری باید از امی کار کرده بتونی. خب بخاطر از او که نتورک عملی است. خب حال چه رقم ما درس بخوانیم که یک فرد خوبتر در جامعه و یک وظیفه خوبتر پیدا کنیم؟ خب میریم بررسی میکنیم استپ به استپ. خب یک کمپانی هست به نام کمپانی هواوی. کمپانی هواوی تمام تجهیزات نتورک جور میکنه و در بازار عرضه میکنه، چی سافتویری چی هاردویری. ما شما میتونیم بریم شروع کنیم در دوره هواوی را بخونیم و در این بخش سرتیفیکیشن بگیریم و یک کارمند از کمپانی هواوی شیم، یک ماش خوبتر را بگیریم. دیگه کمپانی که هست کمپانی جونیپر هست. کمپانی جونیپر همچنان در بخش نتورک فعالیت داره، راوتر، سویچ، فایروال، تمام تجهیزات نتورک ای جور میکنه. دیگه کمپانی که از کمپانی دی لینک است زیاد مشهور است، خصوصا می دیوایس های ویرلس که است، ما شما از وای فای میگیریم، سویچ های بسیار کوچک کوچک دی بخش فعالیت داره و همچنان تجهیزات نتورک هم جور میکنه. ما میتونیم کمپانی دی لینک درسش رو بخونیم و انجینر از کمپانی دی لینک شیم. بعد از او دیگه کمپانی است که به نام کمپانی اچ پی است. کمپانی اچ پی هم یکی از بهترین کمپانی ها هست. ما شما زیاد ایره در چی مستاسین؟ سرور، اگر برین سرور تولید زیاد میکنه، کمپیوتر، مرفم، پرنتر، بسیار تجهیزات نتورکی تولید میکنه. ما شما میتونیم در بخش HP بریم درس خودم بخوانیم
و در آینده یک انجینر چی شایم؟ اچ پی شایم. بعد از اون یک کمپانی دیگه است. کمپانی چی است؟ کمپانی سیسکو است. کمپانی سیسکو یکی از بهترین کمپانی ها مثل کمپانی های دیگه است که در بخش تکنولوژی یا در بخش نتورک یا چی داره فعالیت داره، هاردویر، سافتویر، تمام تجهیزات نتورک یا چی میکنه جور میکنه و در بازار عرضه میکنه. خب نظر به این که ما در افغانستان هستیم کدام کمپانی جابش خوبتر است، یعنی وظیفه راحت تر پیدا کرده میتونیم، او را میخوانیم. خب خب دوست عزیز، ما شما اونو بخش باید از انتخاب کنیم که در افغانستان و در یک کشور دیگه که علاقه مندی داریم میخواییم در آینده اوجه بریم، در اوجه ما شما بتانیم براحتی وظیفه پیدا کنیم. خب شما یک فکر کنین، به نظرتان کدام کمپانی را ما درس شب بخوانیم که بهتر باشیم و بسیار براحتی یک وظیفه خوب در مو بخش ما در افغانستان پیدا کنیم. هر آنقدر که در برین سرچ هم کنین تمام کمپانی ها صفت خودم میکنن. حالا میریم طرف از این که چند فیصد بازار کار داده سی کمپانی ها هست و خاطر که بهترین کمپانی را اگر انتخاب کنیم و مو رقم میتونیم زودتر وظیفه پیدا کنیم. سیسکو که از 63% بازار کار است، اچ پی 7%، 7.3%، هواوی 2% و دیلنک و همچنان جونپر و دیگه کمپانی هایی که هست. دوست عزیز، امروزه کمپانی سیسکو که هست یکی از بزرگترین کمپانی ها هست که در بخش نتورک یا در بخش تجهیزات نتورک فعالیت میکنه. رقابت سرسخت سیسکو فعلا که هست با کمپانی هواوی است. کمپانی هواوی امروزه بسیار رقابت سرسخت با کمپانی سیسکو داره. به خاطر فعلا ما گفته نمیدونم که فیصدیش چنده، شاید فیصدی سیسکو پایین تر شوه، فیصدی هواوی بالاتر شوه و امون رقم شاید از سیسکو در این روزا پایین آمده باشه، 40% باشه فیصدی تجهیزاتش در دنیای نتورک، شاید 50%، شاید 30%. باز شما میتونین چی کنین؟ سرچ کنین. تقریبا در سال 2018 که من سرچ کرده بودم و ریزلتش بود، تا حالا سرچ نکردیم امو، از شاید یک چیز پایین و بالا آمده باشه. خب کمپانی سیسکو را فهمیدیم که یکی از بهترین کمپانی ها است. ما میخواییم ادامه درس خدا بریم طرف کمپانی سیسکو و خاطری که در افغانستان بیشترین کمپانی ها از سیسکو استفاده میکنه. خب حالا میریم طرف کمپانی سیسکو. کمپانی سیسکو که است از شهر سن فرانسیسکو امریکا گرفته شده، یعنی از امی شهر گرفته شده و امی شهر هم امی کمپانی است و در سال 2020 که یعنی بهترین سال به کمپانی سیسکو بوده که ما بین 5 کمپانی که در بخش تکنولوژی بوده ای در اون کمپانی پنجم بوده، مثل کمپانی مایکروسافت، جنرال الکتریک، کمپانی هایی که بسیار مشهور است در دنیا، یعنی پنجم در این بخش سیسکو بوده، یکی از 5 بهترین کمپانی ها در سال 2020 بوده. شاید حالت پایین تر آمده باشه، در 10 باشه، در تاپ 20 باشه. باز شما اگر میخواستین این را سرچ کنین برین سرچ کنین. گفتیم که خود کمپانی سیسکو که است در ایالات متحده امریکا در شهر سن فرانسیسکو است و همین لوگویش که شما در این قسمت میبینین، لوگویش هم یک پل است، در مو شهر پل سن فرانسیسکو میگن، لوگویش هم از امو پل گرفته شده. خب کدام پرودکت ها را داره و کدام تجهیزات را داره در این قسمت ما شما میبینیم. این تجهیزات است که در بخش نتورک تولید میکنه، مثل فایروال هست، سویچ ها هست، راوترهای بسیار گول پیکر که میگیم یا سویچ های گول پیکر که میگیم در این قسمت هست و آی پی فون هست، تلفون ها هست و کامرای امنیتی هست و بسیار گپای دیگه هست، اکسس پوینت هست، بخش ویرلس فعالیت داره. این تجهیزات هست که سیسکو چی میکنه؟ تولید میکنه و در بازار عرضه میکنه و درآمد سیسکو کس از تمامش از این تجهیزات است و همچنان درآمد سیسکو کس از سرتیفیکیشن هایش است که ما میخواییم در آینده اگزم بده. سرتیفیکیشن دوست عزیز به این منظور که شما میخواین یک اسناد بگیرین که چی باشه؟ او انترنشنال باشه، یعنی بین المللی باشه. در هر گوشه دنیا که برین، زمان که شما یه اسنادتان را پیش میکنین، در اون صورت بسیار براحتی شما را چی میتن؟ جاب یا وظیفه میتن. مثل آیلتس یا تافل کس مثل امون رقم سرتیفیکیشن سیسکو هم از خود داره. خب درس را که ما شما میخوانیم این دوره سی سین 200 300 چند است؟ 301 است، سیسکو سرتیفاید نتورک اسوشیت، یعنی اسوشیت لیول یا اسوشیت لیول شما زمان که سی سین را میخوانین میشه. خب بالا از این بس میکنیم چی است؟ بیشتر میریم
در این قسمت اگر داخل کمپانی سیسکو شده، سیسکو میگه چند لیول که من دارم. انتری لیول اولین لیول است که ما شما داخل کمپانی سیسکو یا داخل نتورک میشه. بعد از او اسوسییت لیول، بعد از او پروفشنال لیول، بعد از او اکسپرت لیول، بعد از او آرکیتکت لیول. کی لیول هایی است که ما شما میتونیم داخل دنیای نتورک. خب اگر بریم طرف انتری لیول کوره به نام CCT میگن. CCT بخش دیفنت یا بخش دیزاین از دوست عزیز که ما او بخش را نمیخوانیم، یعنی ضرورت نیست که شما این بخش را بخوانید. اگر باز داینده در بخش دیزاین علاقه مندی داشتین، باز شما میتونید او بخش را چی است؟ بعد از او CCNA CCNA که کلاس شما ما فعلا دایر کرده و شما درس از این را میخوانید، او CCNA است. یعنی شما اسوسییت لیول یا اسوسییت لیول میشین، همون لیول ابتدایی یا لیول اولی که داخل کمپانی سیسکو شما میشین، داخل نتورک. بعد از او پروفشنال لیول است. آن اگر میخواهید در کمپانی سیسکو تو یک فرد باشی که پروفشنال باشی، در او صورت باید از تو CCNP بخوانید. خب آن اگر ما شما بخواهیم که در آینده اکسپرت لیول یعنی بالاترین لیول در بخش نتورک داشته باشیم در سیسکو، او CCIE یعنی چی؟ Expert Level. Expert Level اگر بخواییم شاییم میریم طرف CCIE. بعد از او دیگر لیوله که آخرین لیول است، او را بنام Architect یاد میکنن که فقط چی است؟ فقط در بخش دیزاین است. در بخشی که ما میخوانیم در این بخش نداریم. خب یا ما از Architect Level. خب فعلا CCNA که از CCNA ترکش تبدیل شده، یعنی در سابق پیش از سال 2020 که بود CCNA، زمان که شما میخواستین هر CCNA هر بخش جدا است، بخش کلاود جدا بود، بخش کلوبریشن وایس ویدیو جدا بود، بخش دیتا سنتر همون رقم راوتینگ اند سویچینگ سیکیوریتی سرویس پرووایدر و ویرلس چی بود، هر کدامش باید از تو میرفتی دانه به دانه این CCNA ها را میخواندی، در کدام بخش کلاقمندی داشتی میرفتی میخوانی. مثلا سیکیوریتی میخوانی میرفتی از CCNA سیکیوریتی شروع میکردی، سرویس پرووایدر مثلا میخواستی در ISP جور کنی یا در ISP کار کنی، باز میرفتی ای CCNA را میخوانی. بخش ویرلس اگر وایفای کار میکردی ای را میخوانی. مگم در سال 2020 که شد مکمل سیسکو سرتیفیکیشن های خود را چنج کرد، فعلا آل یک CCNA است. CCNA 200301 است، یعنی CCNA انترپرایزی را میگن. در این صورت شما مین یک CCNA را میخوانید. مگم این CCNA ها متشکل از بخش کلاود است، بخش کلابریشن، بخش دیتا سنتر، بخش راوتینگ اند سویچینگ، بخش سیکیوریتی، بخش سرویس پرووایدر و بخش ویرلس. یعنی از تمام این بخش ها آمده چی شده؟ این CCNA جور شده. یعنی تاپیک ها از تمام بخش ها است، یعنی کور لیول است. باید CCNA را بخوانیم. بعد از CCNA انترپرایز خوانده ما میتونیم در هر بخشی که اسپیشالایزیشن کنیم در اون بخش بریم. خب اولین بخشی که از چی است؟ CCNA. CCNA را زمانی که شما CCNA را استاندارد خواندین، درست خواندین، یک جایی رفتین درس خواندین که بیست آن اوتلاین خودم این کمپانیانه، همون چیزی که خود این کمپانی گفته بود، باید از یک کسی که میخواهد انجینر شد و بخش اسوسییت لیول اینی درس ها را باید از بخوانه. اگر بیستانو درس خواندین، یکی خوش شما هیچ مشکل ندارین هر کشور برین، درس استاندارد امو است. دوم دیگه که شما مشکل ندارین طرف CCNP برین یا CCIE. اگر یک کورس را یک جایی را شما رفتین که بیستان اوتلاین برتان درس نداد، استاندارد درس نداد، درس درست نداد، باز زمانی که آمدین CCNP یا CCIE خواندین، باز بسیار برتان مشکل میشه. یکی در CCNP و CCIE درس برتان زیادتر میشه و شما شاید دلتان بزنه و شما پیش برده نتان. یعنی کورش که از او چی است؟ او CCNA. CCNA را باید از به شکل درست و استانداردش شما بخونید. بعد از اینکه ای را خواندین، یک مسیر برتان انتخاب بکنین. آیا بریم طرف CCIE Enterprise، یعنی در بخش انترپرایز بریم، و همچنان در بخش ویرلس میخواین برین، ویرلس انتخاب میکنین، در بخش کلابریشن وایس ویدیو میخواین برین، این انتخاب میکنین. اگر میخواین یک دیتا سنتر در اوجه کار کنین، دیتا سنتر انتخاب میکنین. اگر علاقه مندی در بخش سیکیوریتی دارین، میرین باز چی انتخاب میکنین؟ سیکیوریتی را. اگر سرویس پرووایدر میخواین داینده در یک ISP کار کنین، باز این انتخاب میکنین.
خب بهترین پتره که ما براتون پیشنهاد میکنیم کدام پتره بخورین که وظیفه خوبتر پیدا کنین و زودتر وظیفه پیدا کنین. سی سی ان ای که از $250 پول اگزم آنلاینش میشه که شما اگزم میتین در خود کمپانی سیسکو و از روی سرتیفیکیشن براتون روان میکنه. سی سی ان پی که سی سی ان پی دو سایزیز پیپر زیاد داره، زمانی که شما دو پیپر یا دو کورس شما میخوانین تنها بخش انترپرایز اگزم اولش که است از کور اگزمش که است 400 است و اگزم دومش که است 300 است که $700 میشه. فقط دو پیپر دوست عزیز. بعد از اون شما میتونید طرف سی سی آی برین. سی سی آی لب که است $1600 اگزمش است که شما باید از ان برین یا دوبای برین اگزم بدین. اگزم های بخش سی سی ان پی را و بخش سی سی ان ای را شما میتونید همیجام اگزم بدین، مگم سی سی آی را نمیتونید. اونجا لب است، باید از لب شما کانفیگریشن کنه. خب زمانی که شما سی سی آی لب پاس میکنین، فکر کنین که فرد میشین که دو کشور میتونین بخش نتورک چه کنین کانفیگریشن کنین. این بخش اول که انترپرایز است. بعضی کسا در انترپرایز شاید علاقمندی نداشته باشن، بخاطر امین نهاد داره که خود ما هستیم که به نام افغانستان سایبر دیفنس انتلیجنت است. فوکس بالای ما که از بالای انترپرایز نیست، فوکس بالای ما که از بالای چی است؟ بالای سیکیوریتی است. بخاطر چی؟ بخاطر که در افغانستان در بخش ازی و در این بخش ها خوب است، قدر نفر است و خصوصا سی سی نه خود مانه 50-60 شاگرد چی میشه؟ فارغ میشه. فوکس بسیار بالای ما که از بالای چی است؟ بالای سیکیوریتی است. شما اگر بخواین در فیلد سیکیوریتی بین، بعد از سی سی نه مستقیم میتونین بین سی سی پی سیکیوریتی بخوانین. در سی سی ان پی سیکیوریتی یکی کورش هست و یکی هم سپیشالایزیشنش هست که شما انتخاب میکنین که $700 اگزم از یام میشه. بعد از اون میرین طرف سی سی آی. سی سی آی لب از یام اگزمش هست $1600، شما میتونین اگزم هم پاس کنین. خب چقدر وقت در بر میگیره ما از سی سی نه الا سی سی آی بیاییم درس بخونیم؟ یک سال در بر میگیره که شما بتانین بین تا سی سی آی چی بخونین؟ درس بخونین. یک سال متواتر که امروزه یا هفته دو روز که ما درس میتیم جای کار نمیکنین، امروزه میتونین بین و یک سال درس هست. خب توتال اگزم از این که میشه تا سی سی آی که بین $5000 مصرف دارین. خب که تزمو کرای موتر و خب پولی که شما به کورس میپردازین و پول اگزم آنلاین، مکمل $5000 شما باید از مد نظر بگیرین به خاطر رسیدن به سی سی آی ای. حال سی سی آی بریم چی است؟ $5000 ما بالا از چی کنیم؟ مصرف کنیم. این لیول است که شما میتونین داخل افغانستان و بیرون از افغانستان شما راحت وظیفه بگیرین. مثلا داخل افغانستان خب بسیار کمپانی ها هست، شما میتونین راحت برین یک جاب بسیار خوب در اون قسمت بگیرین و یک زندگی بسیار آرام شما داشته باشه. خب میبینیم که در این قسمت چند سی سی آی داریم. در این قسمت اگر بیم تقریبا 7 سی سی آی داریم، شما هم یک دانش هم که پیش ببرین کفایت براتان میکنه و میتونین داینده یک وظیفه خوب، یک کاروبار خوب، یک زندگی خوب راحت شما داشته باشین. اگر واقعا کسب پشت ازی است که فقط یک سال یا دو سال زحمت بکشه دیگر تا زنده است آرام باشه، در هر جایی که بخوای وظیفه بگیره، او بسیار راحت است. شما تا سی سی آی درس بخونین، راحت هر آنجایی که بخواین میتونین وظیفه بگیرین، راحت وظیفه بگیرین. این در قصه از این نباشین که ولاد افغانستان جاب است. زمانی که تا سی سی آی تو درس میخونین فکر دایی باشه که ما باید از دوبه یا بیرون از افغانستان کار کنم. شما راحت میتونین کار بگیرین. بسیاری از دوستای ما کلش فعلا توسط سی سی آی دانستن که بیرون از افغانستان برن جاب بگیرن و کار کنن. خب اگر طرف از این بیاییم که سی سی آی چقدر سالانه بر ما عاید داره، میگه شروعش از چند است؟ $42,000 سالانه است الا $12,000 اگر ساده بگیریمش. ساعتانه که شما را پول میده ساعت چند است؟ $72 است. اینال یک جای تو کار میکنی اگه 10 ساعت کار کنی چقدر پول میشه؟ اگه 3 ساعت کار کنی چقدر پول میشه؟ یک نفر میره فکر کن که از صبح تا دیگر میره، یک مامور یا یک فردی که در دولت کار میکنه میره کار میکنه، زیاد که ماهانه ماش بگیره ماهی 30,000. ماهی 30,000 تو شاید در یک روز همون 30,000 را که او میگیره. اگه یک روز 10-12 ساعت کار کنی تو در یک روز همون پول چی میکنی؟ پیدا میکنی.
مگم درس خواندنش هم دوستان عزیز آنقدر ساده نیست. کسایی که میخواین تا سی سی آی تارگت تعیین میکنن تا سی سی آی برسن، او دیگه باید از موبایل خودت کنار بانه، یعنی آنقدر مثل دیگه واری 24 ساعت موبایل مصروف نباشه و ای چکر و ای طرف و طرف کد دوستا و رفیقا را کنار بانه، به خاطری که تا سی سی آی خودت رسانده بتانه. کار سخت نیست، بسیار کار آسانه در صورتی که شما علاقه مندی داشته باشین، در صورتی که شما یک تارگت یا هدف داشته باشین، در اون صورت شما میتونین برسین و تا زنده استین زندگی راحت و آرام داشته باشین و هر کشوری که بتانین برین به سیاحت و یک زندگی خوبتر و بهتر داشته باشین. شاید بگویم که استاد امکان نداره، حیرت شما که داخلی تکنولوژی آمدین باز میبینین که امکان داره نداره. ما شما میفهمیم که در افغانستان بهترین پوزیشن ها که از بخش سیکیوریتی است، خصوصا اگر ما شما وزارت ها بانک ها مخابرات ها ببینیم، تمامی بخش ها در دست چی است؟ در دست یا عرب هاستن یا اندی هاستن یا امریکایی هاستن، بالاترین ماش ها را یا میگیره، اما کمترین ماشه که داخل افغانستان یک کسی که در بخش نتورک کار کنه او $5,000 خب پایین هیچ ماش نمیگیره. من نفر هم میشناسیم که دمی وزارت های ما از $25,000-$20,000 مانه ماش میگیره. چرا ما شما افغان ها امور گرفتن نتانیم؟ هم سیکیور است، هم بخاطر خود ما از افغانستان هستیم، هم یک آید بسیار خوب است. اگر شما پشت کار داشته باشین از انمیال بگوین سی سی این ای نمیخوانیم تا سی سی آی ای میخوانیم. سی سی نه آل مثل از این میمانه که همه قدر مسئله که در کمپیوتر ساینس زیاد شده دوست عزیز، آل سی سی نه امور رقم است. هر جایی که بری یک نفر سی سی نه داره و تو کدام افتخارم سرزی کردن میداری که من سی سی نه خوانده. زمانی که تو سی سی آی بخوانی، زمانی که تو سی سی آی سیکیوریتی کنی، سی سی آی انترپرایز کنی، در اون صورت میتونی افتخار کنی که من سی سی آی هستم و میتونی هر آن کشوری که علاقه مندی داشتی یک دو سال سه سال در افغانستان کار کو، تجربه کاری پیدا کو، بعد از اون میتونی اپلای کنی. کار خانگی از این شما ای است که شما پیدا کنین در دبی نشته کنین سی سی آی جابز در یونایتد استیت، مثل که در این قسمت چی بود در امریکا است. در امریکا میبینین که فعلا بسیار جاب است، مگر نفر سی سی آی نیست، یعنی جابز تیار است، کسی سی سی آی نیست. خب میریم طرف سی سی این ای. شاید بسیار برتون خوب شده باشه، مزه تانم داده باشه، گپ نیست. اگه شما درس بخونی واقعا شما رسیده میتونید. خب اگر ما شما بریم طرف اگزم سی سی نه که ما شما این بخش میخونیم، سی سی نه که از 200301 است اگزم کدش، یعنی سی سی نه انترپرایز. بعد از او چی است؟ بعد از او تایم که است 120 دقیقه وقت میگیره که ما شما میتونیم اگزم خودم پاس کنیم، یعنی تایمی که برای ما شما داده میشه و 50-55 کوئسشن در اگزم برای ما میگه که ما باید تصیره چی کنیم؟ حل کنیم به خاطر که پاس یعنیم. پاس سکورش که از 825 ما باید از بالا بگیریم که چی شعیم؟ پاس شعیم تا 1000 و کاستش قیمت اگزم سی سی نه که از $250 است. زمانی که شما سی سی نه میخوانه، زمانی که شما مثل که سی سی آیی گفتم اگزم میتین $1,600، اگر شما سی سی نه تانه پاس کنین در یک جای میرین، اق اولویت از شما است او وظیفه را بگیرین. بخاطرش چی؟ که شما از خودم این کمپنی که تجهیزاتش داخلی نتورک استفاده میشه، شما انجینر هستین از طرف اون کمپنی. خب در اون صورت شما زودتر میتونین وظیفه بگیرین زمانی که سرتیفیکیشن بکنین. خب اسنادی که بر شما میته یا سرتیفیکیتی که بر شما میته 3 سال ولد است، یعنی 3 سال مدار اعتبار است، 3 سال بعد اکسپایر میشه، شما باید 3 سال بعد دیگه اگزم بدین. شاید بگن استاد هر 3 سال بعد ما بریم سی سی نه اگزم بدیم، نه خیر. 3 سال که تو پوره شد بعد از اگزمت، دیدین که یک 4 ماه 5 ماه مان که اسنادتان اکسپایر میشه، برین سی سی ان پی بخونین یک پیپر، $400 سی سی ان پی اگزم بدین یک پیپرش، هم سی سی نه تان آپدیت میشه، هم شما یک سرتیفیکیشن نو در بخش نتور میگیرین که سی سی ان پی است. خب حالا میریم طرف از اینکه چه رقم کوشن هایی که میه یا مو سوالات امتحان که برای ما میه چی است؟ ملتی چایس کوشن است، سوالات چهار جواب است که در اگزم برای ما میه، ما شما میتونیم راحتی را پاس کنیم. بچا اگزم از این بسیار راحت است در صورتی که شما پشت کار داشته باشین و درس بخونین. یک رقم کوشن های دیگه داره که او را به نام سیمولیشن یاد میکنن. سیمولیشن اگزم است که زمانی که تو میری
در کامپیوتر میشین اگزم تمیتی در او صورت براتون میگه میگه اینی کامپیوتر کار نمیکنه که این کامپیوتر دیگه ارتباط نمیگیره یا که سویچ ارتباط نمیگیره چی مشکل داره در او صورت تو تب باز میکنی و در او قسمت کماندایی که یاد داری شو کمانده است تو کار میکنی میبینی چی مشکل داره و در او صورت چی میکنی او را برطرف میکنی که بسیار ساده است کدام مشکل نیست. خب بعد از او که تو CCNA شدی آلت در کجا کار کرده میتونی یعنی در کجا تو را وظیفه میتن در بخش CCNA Network Support Specialist است. بعد از او چی است؟ IT Assistant است. IT Assistant و Network Support Specialist CCNA را خلاص میکنی IT Assistant یا Network Support Specialist میشی. البته در کمپانی های استاندارد که واقعا او یک کمپانی است که همه تجهیزات داره و استفاده میکنه. اگر نیکی یک دفتر کوچک، خب اگر یک کمپانی خرد باشه که تجهیزاتش کمتر باشه و ماش کمتر در اوجه بتا خودت IT منیجر استی که CCNA مگم در کمپانی های استاندارد در جای استاندارد تو فقط در بخش کت CCNA IT Assistant و Network Support Specialist شده میتونی. For securing your network join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.